در شامگاه 22 بهمن هستیم، سالگرد پیروزی انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران، انقلابی که البته توسط دزد بزرگ قرن خمینی روبوده شد و انقلابی که امروز میدونیم خیلی تلاش میکنن اون رو به نوعی دیگه روایت بکنن یا اون رو توی تاریخ به جوری دیگه تحریف بکنن. به هر حال همراه هستیم در این بخش از برنامه با آقای مهندس اسماعیل محدث از ایتالیا تا مروری داشته باشیم بر اون چه که در اون سالیان گذشت. سلام میکنیم به شما آقای محدث و خیلی خوشحالیم که شما رو در این قسمت همراه خودمون داریم. منم خدمت شما و خدمت هموطنان عزیزم که از طریق سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران سلام میشن، سلام و درود دارم. آقای مهندس، شما حتما تجربه دزدیده شدن انقلاب مردم ایران رو دارید و خاطرات زیادی هم از اون سالها و اینکه چطور نیروهای مختلف از جمله مجاهدین با خمینی مواجه شدن. در شدی که این روزها بر میهن ما حاکمه، شما اگر بخواید از نقطه نظر امروز به اون چیزی که در اون سالیان رخ داد نگاه بکنید، چه تجربه و چه نتیجه میگیرید؟ ببینید، در حالی که مردم ایران از جمله من هم مثل میلیون ها جوان ایرانی در اون سالها در تظاهرات شرکت می کردیم و امید و ایدال های بسیار بسیار زیبا و بلند پروازانه ای داشتیم، امیدهایی که در حقیقت ما از مبارزین و مجاهدین مشروطه و از مبارزین زمان دکتر محمد مصدق به ارث برده بودیم، وارد انقلاب شده بودیم و خواستیم که رژیم دیکتاتوری سلطنتی رو سرنگون کنیم و کشورمون رو نهایتاً به سوی آزادی و دموکراسی ببریم. همونطور که بسیاری از جوانهای ما که تاریخ حتما مطلع هستن، در فاز آخر یعنی زمانی که انقلاب ضد سلطنتی مشخص بود که پیروزی در چشم‌انداز بود و محمد رضا شاه به یک نقطه برگشت ناپذیر رسیده بود، دست های ارتجاع و استعمار به کار افتادند و بالای سر مردم انقلاب رو به دست‌های کثیف خمینی و آخوندهایی که در داخل کشور در تمامی نقاط کشور پراکنده بودند داد و طبیعتاً این رژیم زمانی که سر کار اومد دقیقاً در هفته‌های اول، در روزهای اول شروع کرد به گرفتن اون آزادی که مردم با مبارزه خودشون به دست آورده بودند. حتما همه هموطنان من یادشون هستش که اولین سرکوبی که رژیم و پاسدارهاش و مزدوراش و کمیته های اون زمان را انداخته بودن شعار یا روسری یا توسری بود که ما جوانها به طور خاص خواهران ما دختران ایرانی روز 17 اسفند به مناسبت روز بین‌المللی زن تظاهراتی گذاشتن که طبیعتاً ما هم تو اون شرکت کردیم و من یادمه بسیاری از خواهرای مجاهد در حالی که خودشون حجاب داشتن و به حجاب معتقد بودن برای آزادی خواهرانشون که به حجاب اعتقاد نداشتن وارد صحنه شده بودن و طبیعتاً از همون روز جنگی بین سازمان مجاهدین به طور خاص به عنوان در ظرف چند هفته چند ماه به عنوان بزرگترین گروه و سازمان و سازمانی که با از آزادی ها دفاع می کرد در مقابل رژیم جنایتکار موند. من یادمه اون زمان حرف رمز مجاهدین بین خودشون حداقل آزادی بود. مسعود رجوی به مجاهدین و به هوادارهای مجاهدین اینو یاد داده بود که آزادی 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 با کلمه آزادی بریم جلو، در حالی که خمینی و آخونداش با شعبده بازی و با دجالگری از اسلام میگفتن اسلام 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 در مقابل آزادی آزادی مجاهدی. بنابراین خیلی طبیعی بود که سرانجام روزی این مقوله آزادی که به وسیله مجاهدین و میلیشیاش
در خیابان‌های ایران جاری بود، با اون اسلام عزیزی که خمینی میگفت، اینا سرشاخ می‌شدند. طبیعتاً با بردباری و سیاست پیچیده مجاهدین، این جریان تا 30 خرداد سال 1060 یعنی دقیقاً 2 سال و 4 ماه این بردباری از طرف مجاهدین تحمل شد و به حساب اون ماه عسلی که خمینی با مردم داشت، با گرفتن بیش از 50 شهید از مجاهدین و به زندان انداختن هزاران تن از هواداران و میلیشیای مجاهدین، سرانجام به اون نقطه 30 خرداد رسیدیم که در اون روز مجاهدین با یک تظاهرات بسیار بزرگ، فراموش نکنیم که در اون زمان ایران حدود 30 میلیون جمعیت داشت و در تهران مجاهدین روز 30 خرداد تونستن بیش از 500 هزار نفر رو به صحنه بیارن و در حقیقت اتمام حجت بکنن با خمینی، و این خمینی بود که با شلیک به مردم، با کشتار بی سابقه مردم، نقاب از چهره برداشت و اومد وسط میدون. بعد از اون در 5 مهر به وسیله میلیشیا و اعضا و هواداران واقعا سلحشور مجاهدین اومدن تظاهرات مسلحانه کردن و با شعار مرگ بر خمینی برای اولین بار و به طور قاطع و محکم سرنگونی رژیم رو استارت زدن. ببینید، ما زمانی که صحبت از سرنگونی میکنیم، یک موضوع بسیار بسیار تعمق پیدا کرده، یعنی سازمان، مسئولین سازمان، به طور خاص مسئول رجوی، سر این موضوع 30 خرداد و 5 مهر به غایت بحث و گفتگو شد، تعمیق شد و به این نتیجه رسیدیم ما که این رژیم، رژیم آخوندی، رژیم ملت فقیه، رژیم خمینی اصلاح پذیر نیست. بنابراین شعار سرنگونی، یعنی دقیقاً 41 سال پیش، 41 سال و نیم پیش، این موضوع سرنگونی برای مجاهدین مطرح شد و اونو اعلام کردن. بنابراین معذرت میخوام، بنابراین بعد از اون طبیعتاً به عنوان یک سازمان جدی خب شروع کردن. حالا که من شعار سرنگونی دادم، خب کی میخواد سرنگون بکنه به غیر از ما و مردم ما؟ بنابراین شورای ملی مقاومت تشکیل شد 30 تیر سال 60 به عنوان برنامه سیاسی، برنامه اعلام شده سیاسی، و بعد از اون پروسه‌ای که الان دیگه وقت زیر ما به ما اجازه نمیده، ارتش آزادی بخش، تا به هر حال خود مسئول رجوی وقتی به خارج کشور اومد و این آلترناتیو رو به لحاظ بین‌المللی معرفی کرد و در حقیقت آلترناتیو این رژیم جنایت پیشه و این رژیم تروریست رو به دنیا معرفی کرد. در همون سالها که مخصوصا بعد از مرگ خمینی، رژیم طبیعتاً رفت تو یک بحران بی سابقه، چون به هر حال یک رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه وقتی شخص خمینی از توش کنده میشه، دچار بحران‌های عمیق میشه. بنابراین یواش یواش پروسه اصلاح طلبی رژیم مطرح شد. کسایی که دست رو سیاست دارن، کسایی که حتی یک شناخت نسبی از رژیم ولایت فقیه دارن، همون موقع هم میدونستند که رژیم ولایت فقیه اصلاح ناپذیره، کما اینکه مقاومت صریحا اعلام کرد که این رژیم اصلاح ناپذیره، فرای بی ارزگی های اصلاح طلبا امثال خامنه‌ای و اطرافیانش. اما مخصوصا الان بعد از چندین ده سال از اون داستان اصلاح طلبی دروغین که میگذره، ما متوجه میشیم که در حقیقت نقشی که اون اصلاح طلبی قلابی قرار بود بازی بکنه، همانا وقت خریدن برای رژیم، همانا برای گول زدن مردم، همانا برای گول زدن کشورهای خارجی بود. و طبیعتا همونطور که ما پیش بینی میکردیم، مقاومت ایران پیش بینی میکرد،
اون پروسه قلابی اصلاحات هرگز حتی کوچکترین قدمی بر نداشت. الان صحبت رو کوتاه میکنم، برمیگردیم به امروز. ببینید در حقیقت فاز عملی سرنگونی رژیم آخوندی آبان 96 شروع شد با تظاهرات مردمی که به خاطر مشکلات گرانی در مشهد شروع شد و رژیم به هر حال با کشتار زیاد سرکوب کرد و قدم بعدی که در حقیقت یک تست سرنگونی بود در اون که در اون کانونای شورشی شرکت منسجم و فعالاینی داشتن آبان 98 بود که اونجا رژیم به خوبی فهمید که این 98 با 96 فرق میکنه و قیام رشد کرده به یک مرحله، یک رشد کیفی کرده، یک مدار کیفی عوض کرده. همونطور که همه اطلاع داریم سازمان مجاهدین همون روزها اعلام کرد که رژیم حداقل 1500 نفر آدمو در عرض دو روز کشت و به شهادت رسوند که بعداً متخصصینی اومدن اون مسائل رو مطالعه کردن و گفته میشه که شهدای آبان 98 از 4500 تا 6000 انسانه. بعد طبیعتاً پاندمی کرونا به کمک رژیم اومد و یک دو سالی در حقیقت انقلاب و قیام رو دچار رکود کرد. این بار باز دوباره در 25 شهریور باز دوباره جوانان ایرانی کانون شورشی به میدون برگشتن و طبیعتاً با عزم جزم و مردم هم به کمکشون شناختن و چنان آتیشی به شهرهای ایران به پایگاه های رژیم زدن که رژیم به واقع رعشه مرگ و به طور خیلی جدی در مقابل خودش دید. یعنی اینکه امروز باور سرنگونی، اراده سرنگونی در داخل ایران یک چیز بسیار عام و توده‌ای شده. عموم مردم ایران حتی کسایی که در صف اول قیام نیستن میدونن که رژیم سرنگون میشه، آرزو میکنن که رژیم سرنگون بشه و اون کاری که دستشون برمیاد انجام میدن. اما کما اینکه الان تقریبا داره 5 ماه میشه آتیش این قیام خاموش نمیشه. پس بنابراین رعشه مرگ برای این رژیم به صدا در اومده و خود رژیم و حامیان بین‌المللی و استعمار شاخکاشون تیز شده و باز دارن چیکار میکنن؟ باز آلترناتیو میخوان بسازن، باز آلترناتیو هایی که گاهن حتی 2 روز، 3 روز، 1 هفته، 2 هفته طول میکشه. به چه خاطر؟ من فکر میکنم که مخصوصا با تجربه‌ای که ما از پروسه اصلاح طلبی داریم و با توجه به شخصیت هایی که امروز مطرح میکنن بهشون عنوان راهبر و نمیدونم رهبر و نمیدونم فلان این حرفا میدن، ما میتونیم به یقین بگیم که اینها فقط شن پاشیدن تو چشمای مردمه به خاطری که بگن آلترناتیو رژیم این آدمهایی هستن که کوچکترین ظرفیت رهبری قیام عظیم مردم ایران رو ندارن. از طرف دیگه ما فراموش نکنیم که رژیم آخوندی هرگز رژیمی نیستش که قدرت رو ول بکنه بره دنبال کارش مثلا مثل شاه. پس بنابراین رژیم آخوندی رو در خیابان‌های تهران و در خیابان‌های ایران باید شکستش داد و من فکر بکنم که این فقط از دست یک نیروی سازمان یافته کانون‌های شورشی که علاوه بر شهامت و سلحشوری تجربه دارد، تجربه حداقل 40 ساله و یا بهتر بگم 57 ساله سازمان مجاهدین در پیشه. بنابراین من فکر میکنم که این که در این روزها، در روزهای اخیر هم مرتب شاهد آلترناتیو سازی هستیم، اینو باید واقعا به بشارت گرفت که پس معلومه که فقط ما مقاومت فکر نمی کنیم که رژیم داره سرنگون میشه، بلکه این سرنگونی در مقابل چشمان خود رژیم و کشورهای بین‌المللی قرار گرفته. به همین خاطر
مثلا فردا مقاومت یک تظاهرات بسیار بزرگ، بسیار شکوهمند، من الان از سیما دنبال میکردم، بسیاری از بچه ها اونایی که با اتوبوس میومدن فیلماشون رو فرستادن، بچه هایی که با کشتی میومدن، و من امیدوارم که فردا که در حقیقت سالروز انقلاب ضد سلطنتیه، یک انقلاب شکوهمند داشته باشیم و به خودمون و به بقیه و به محافل بین‌المللی بگیم که ما ایرانی‌ها مجبور نیستیم بین بد و بدتر انتخاب بکنیم. ما مجبور نیستیم از به خاطر اینکه از دام و تله و بلای خمینی رها بشیم باید بیفتیم، باید پناه ببریم به سلطنت و پناه ببریم به بقایای سلطنتی که از ایران فرار کرد به خاطر جنایتش. حالا ما باید بیاییم مثلا از بقایای اون بیاییم، مثل این واقعا مثل این میمونه که خامنه ای عفو داده 30,000 از قیام کننده ها رو بیهوده بیخود بیگناه دستگیر کرده، الان زندانن، بعد آقا حالا الان میخواد عفو بده. یعنی این که ما از چاه خمینی در حقیقت باز به چاله قبلی یعنی دیکتاتوری سلطنتی. ببینید من فکر میکنم که افرادی که در زمان شاه زندگی کردن اونو خوب یادشونه، اما اون چیزی که من میفهمم، اون چیزی که من میبینم، بسیاری از جوانای ما، بسیاری از جوانای ما، من با بسیاری از جوانای در داخل ایران در ارتباط هستم، اونا داستان دیکتاتوری شاه رو خوندن، اونا مبارزات مصدق رو میشناسن، اونا مبارزات مجاهدین و فدایا رو میشناسن، و من یه چیزی که فرای تمام این شناختن و آگاهی ها و این حرفا میل دارم بگم اینه که ما ایرانی ها به واقع تشنه آزادی هستیم. به همین خاطره که این شجاعتی که دخترای 15-16 ساله در ایران از خودشون نشون میدن باور کنید تعجب برانگیزه و هیچ دلیلی نداره به غیر از این که ما ایرانی ها تشنه آزادی هستیم، تشنه آزادی که دیکتاتوری شاه و در خمینی فرای تمام جنایت هایی که کردن اساسا در ظرفیتشون است که بخوان به ملت ایران بدن. و از طرف دیگه فراموش نکنیم که آزادی گرفتنیه و من فکر میکنم که ما مردم ایران مصمم هستیم که این آزادی رو این بار، ما 120 سال داریم برای این آزادی مبارزه میکنیم، من گمان میکنم که این بار ملت ایران، جوانان سرحشور ایران، مقاومت سازمان یافته اراده کرده که یک بار برای همیشه آزادی و دموکراسی رو در ایران برقرار بکنه. بله، خیلی ممنون از شما، سپاسگزارم از توضیحاتی که دادین و دیدم که چقدر تلاش کردین فشرده کنید تاریخ این 44 سال، واقعا هر برهه‌ایش، هر مرحله‌ایش داستانیه، هر کدومش اگه بخوایم واردش بشیم بسیاری، ولی خیلی مهمه اتفاقا که ما بدونیم که چه پیشینه‌ای داشتیم، چشمونو به تاریخ گذشتهمون نبندیم که دوباره همونو تکرار نکنیم، بلکه مسیر جدیدی رو باز کنیم و رو به آینده حرکت کنیم. خیلی ممنون از حضورتون آقای محدث که در این برنامه همراه ما بودید. معذرت می‌خوام از پرحرفی که کردم، ولی خیلی خوبه که حداقل به برخی از سرفصل‌ها اشاره کنیم. درود بر شما، مرسی، خدا نگهدار شما. امید دیدار فردا با دوستان. حتما حتما، انشالله که فردا تظاهرات هم هر چه پرشکوه‌تر برگزار بشه.